مسجد و حسینیه آل یاسین در سیدنی بزرگترین شهر استرالیا تعداد قابل توجهی مرغ و گوسفند برای سلامتی امام زمان عجل الله فرجه در ایام ولادت حضرت معصوم علیه السلام قربانی کرد. گوشت این خیرات در کشور ایران در شهرهای تهران، قم، اصفهان و مشهد به خانواده های نیازمند هدیه می شود. این اقدام نیکوکارانه برای 13 سال پی در پی در حال انجام است. عادل مختار، مشاور کمیسیون کشاورزی و آب در پارلمان عراق، کشورش را پنجمین کشور آسیب دیده از کمبود آب در جهان معرفی کرد و گفت وضعیت فرات بسیار بدتر از دجله است و عراق ممکن است شاهد بحرانی با شدتی که حتی آب آشامیدنی را تحت تأثیر قرار دهد. یک گروه حقوق مدنی فعال در آمریکا فاش کرد که کارگران شعبه از مکدونالد در ماساچوست عمدن بیکن غیر حلال را در ساندویچ یک زن مسلمان افزودند. گفته می شود این زن مسلمان که برای خود و فرزندانش غذا سفارش داده بود، پس از متوجه شدن افزودن تعمدی بیکن غیر حلال، شکایتی را برای کمیسیون ضد تبعیض ماساچوست ارائه کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در نشست خبری با موضوع آزادی مذهبی در جهان، از کاهش چشمگیر آزادی مذهبی به دستور طالبان انتقاد کرد و گفت در افغانستان، چین و پاکستان دین ابزاری برای کشتار مردم است. به نقل از سایت رسمی آستان مقدس حسینی، یکی از کارخانجات متعلق به این آستان در شهر مقدس کربلا موفق به تولید سالانه 250 میلیون قطعه لوازم تزریقات پزشکی شده است. آغاز مرحله اول فعالیت مدرن ترین پالایشگاه عراق در کربلا شهریور سال جاری خواهد بود. ظرفیت این پالایشگاه 140 هزار بشکه در روز است. زمین‌های یک منطقه هزار نشین در غزنی توسط اعضای طالبان اشغال و در میان نیروهایشان توزیع می‌شود. تسلط کامل بر معادن این منطقه هدف اساسی طالبان از این تجاوز اعلام شده است. میرزا بیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران، جدیدترین آمار پرستاران اخراج شده را 5000 نفر اعلام کرد و گفت حداقل به 100000 نفر نیروی پرستار نیاز داریم. و که بیشتر در نامه‌ای به وزیر بهداشت از اخراج پرستاران بیمارستان‌های خصوصی به بهانه واهی عوارض اقتصادی کرونا انتقاد کرده بود گفت نهاد مسئول در این باره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی همچنین خواستار لغو مجوز این مراکز شد. مسابقات بین‌المللی محاسبات ذهنی با 2000 شرکت کننده از 19 کشور در مصر برگزار شد. به نقل از رسانه‌های عراقی، دانش آموزان عراقی با کسب بالاترین درصد جوایز در تمامی سطوح مسابقات به مقام اول دست یافتند. ساعتی پیش زلزله‌ای نسبتاً شدید به قدرت 5 ریشتر در عمق 5 کیلومتری زمین در کویت رخ داد. خبرگزاری‌های رسمی کویت مرکز این زلزله را استان الاحمدی در جنوب این کشور اعلام کردند که در برخی استان‌های دیگر این کشور نیز احساس شده است. درباره میزان خسارات و تلفات تا به این لحظه اطلاعی در دست نیست.